سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده طی بیانیه از مقامات مجمع جزایر کومور خواست برای ایجاد حکومتی ادالت محور بکوشند. در بیانیه این سازمان که نسخه از آن به خبرگزاری شیع ویوز رسیده آمده است، اخیرا خبرهای نگران کننده از کشور آفریقایی کومور به دست ما رسیده که حاکی از عدم رعایت حقوق بشر حقوق رسانه، حقوق سیاسی و اموری از این دست از سوی حکومت این کشور است. شرایطی که عواقب وخیمی همچون برهم خوردن امنیت اجتماعی و صلح ملی را در پی خواهد داشت. این بیانی افزود به گزارش منابع حقوقی مقامات حکومتی مجموع جزایر کمور با سیطره بر پیکره دولت و با استفاده از نیروهای مسلح به حد که حرمت بازداشت های بی مورد، شکنجه های روحی و بدنی حصر در خانه و نیز قلع و معترضان به نظام حکومتی اقدام می کنند مسلمان آزاده افزود ادامه این رفتارهای زشت و زننده و بدور از انسانیت فقدان امنیت اقتصادی و برهم زدن نظم اجتماعی در آیندهای نزدیک را در پی دارد که باعث از بین رفتن آزادی های فردی اجتماعی تفرقه بین افراد یک جامعه و محو شدن صلح و دوستی در این کشور آفریقایی می شود. سازمان جهانی نفی خشونت و مسلمان و آزاده در پایان بیانیه خود از مقامات مجمع جزایر و کمور و همچنین کلیه ی طرف های فعال سیاسی در جامعه این کشور خواست به حقوق سیاسی افراد جامعه فرایند انتقال همیز دولت به دیگران تأمین آزادی های عمومی آزادی بیان و آزادی فعالیت‌های های احترام بگذارند و در امور حکومتی و در راستای دموکراسی برای مردم شفاف سازی کنند.